ما معلوم نیست به کجا داریم میریم که اینجوری گیر کردیم تو این مقدار از زندگیمون. جشن‌های عجیب غریب، سیسمونی میگیرن برای بچه‌شون 30 میلیون تومان. اون وقت من تا 18 سالگی بیمارستان گرو بودم، بابام تصویر نمیکرد منو ول کنن، نظافتچی بودم اول، تی میکشیدم اونجا، بعد یه مدت کمک بهیار شدم، بعد بهیار شدم، بعد پرستار شدم، بعد هد نرس شدم، بعد سوپروایزر شدم. دیگه مترون شدم، داشتم رئیس بیمارستان میشدم، گفتم برو سربازی، شما مثل که ولکن نیستی اینجا. اونو خودشون رزاده بله. به رسم قدردانی از همه عزیزانی که امشب زحمت کشیدن ما شب شادی رو تجربه کنیم، چند تا اسم میبرم بعد میریم دیگه برنامه رو میتره کنیم. چو دیگر نباشد امیدی به شوی، ز گهواره تا گور دانش به جوی. بله میگه وقت نیست، موزیک نداریم، میگه چون برقش قطع شده. بیشوهری فقط مربوط به جامعه ما نیست، ما بررسی کردیم به صورت علمی که آقا دلایلی این که الان انقدر سن ازدواج بالا رفته و شوهر نیست چیه؟ خب مشخص شد برای ما به صورت علمی، درصد بسیار بسیار قابل توجهی از جوانهای ما که بیکارن، درصدی بیارن، درصدی معتادن. اما میخوام یک کاری براتون اجرا کنم، کار سنتی. این کار کلاسیک حساب میشه، کار سنتی اجرا میشه، منتها نحوی اجراش فرق میکنه، چون من یه قطعه رو تک نوازی تار انجام میدم. اگر سازمون کوک باشه که البته کاری نداره، ما اینجا یک مقدار پودر لعابیات تو این لیوان برای من ریختن، دوستان میخورم. بله قشنگ میشوره تا طعم میبره پایین، و هر چقدر که مواد جرم و آلودگی به تارای صوتی چسبیده باشه همه رو پاک میکنه. مقدار کفش کمه، فکر کنم برای خوردن از موادی کف میکنه کمتر استفاده کردم. خب این کرم کرد، الان دیگه خوردم فرم کنم. خب دقت کنید به کار، احضار روح میکنم. ما که عاشق این کارا هستیم، احضار روح و جادو و فال و این سیداره، این کارا چی میکنه؟ همش دنبال این مسائل. جای تأسف واقعا که میگفت درآمد یک دعا نویس در ایران بالاتر از درآمد یک برنامه نویس کامپیوتره. همش یه دعای ادعا بده یارو دیوونه بزن پدرش در برند. حالا نمیدونم از کجا این حالا بگذن، کاری ندارم. آخه میدونین میگفت یک عم داریم فال حافظ میگیریم، غافل از این که حافظ خودش فال قهوه میگرفته، به استناد شعر خودش که میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم. اون موقع هنوز فنجون اختراع نشده بود، اینا تو پیاله میخوردن قهوه رو. خیلی فرق میکنه چه روزگاری داشتن حافظ و اینا. تکنوازی از اینجا دوستان تصویر بردار داشته باشن، ما میخوایم تلویزیونی خوب با کلاس باشی. آفرین. من تکنوازی میکنم تار رو، بعد تصنیفی کوتاه از استاد شهرام ناظری تقدیمتون میکنم.
حاجه خواه بگو من نیستم. بگو من. یک شب آتش در نیزانی فتاق نی به آتش گو نی به آتش گو که این آشوب چیست مر تو را زین سوختن مطلوب چیست گفت آتش بی سبب نفروختم گفت آتش بی سبب نفروختم دوی بی منیت را سوختم. تشکر ویژه بکنم از شما خوبانی که اینستاگرام بنده رو فالو میکنید، حسن آندرلاین ریوندی، حسن آندرلاین ریوندی. کانال تلگرام منم را افتاده، مطالب بسیار خنده‌دار، جالب، آموزنده هست و شما میتونید حتی در کدهای انتظار رو از توی سایت من، از توی پیج فیسبوک من، اینستاگرام بردارید، پیشواز گوشی شما میشه طنزهایی که من ارائه میدم. خانم ها آقایان، میخوام در این لحظه دعوت کنم از یک مجری مردمی دوست داشتنی و باسواد و بسیار بسیار با کلاس. چرا میخندی آقای محترم؟ یعنی به ما نمیاد دو بیت شعر بگیم؟ چرا میگم فروردین؟ اولا که ماه فروردین هنوز، دوما که من خودم متولد روز اول فروردین هستم و متشکرم. خب جا داره اگر اونقدری فاصله نگرفتیم از ایام نوروز، صمیمانه بهتون تبریک بگم سال نو رو و سال بسیار عالی براتون در نظر گرفتم. ان شاءالله که به جون خودم، من سیمم وصله اون بالا، میتونم سال خوبی رو براتون رقم بزنم. قدیما من یادم این که میگم قدیم، خدا شاهده همه چی قدیمش یه جور دیگه بود. به جون خودم اصلا باورتون نمیشه، قدیما ما بچه بودیم یادم وقتی سر درخت ها سبز میشد ما متوجه میشدیم که فصل بهار شده و عید شده. الان وقتی سر خانوما زرد میشه ما متوجه میشیم که عید اومده و بهاره. به جون خودم الان اونقدری که در ایران خانم موبلون وجود داره در روسیه وجود نداره، خدا شاهده. اخیرا هم که دیدید تلویزیون اعلام کرد، دولت روسیه گفته 15000 دلار میدن به هر مردی که بیاد اینجا با دختر ما ازدواج کنه. ما سفری داشتیم به کیش در ایام نوروز، خیلی شگفت زده شدم چون هیچ وقت در 20 25 سال اخیر اینقدر جزیره کیش رو شلوغ ندیده بودم. جویای علت شدم، گفتن که ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عروسی کجا بود الان؟ عروسی و خواستگاری اینجور مسائل الان محدود شده به فیلم و سریال ها، خدا شاهده. در عالم واقع وجود نداره اصلا. خواستگاری های قدیم. همه چی قدیمش یه چیز دیگه بود. دو تا خانواده جمع می شدن تو خواستگاری های قدیم که بیارن دختر پسر رو به هم نشون بدن. الان دختر پسر میرن خانواده هاشون رو به هم نشون بدن. میخندی باید گریه کنی. که در مراسم خواستگاری بابای دختره جوراباشو پای پسره دیده. ببینین کی اومده اینا رو پیچونده برده. پسره از بس رفت خونه دختره، اهالی ساختمون به عنوان مدیر ساختمون انتخابش کردن، گفتن تو خیلی مدیریتت قویه. روز 13 بدری که گذشت، ما امسال چند سالی هست که روز 13 بدر رو تغییر عنوان دادن به نام روز طبیعت، که بیشتر به روز حمله میکنن به طبیعت و طبیعت رو از بین میدونیم. برای چیه؟ باورهای غلط ما در ذهن ما باعث شده ما همچین کاری بکنیم در روز 13 بدر، چون فکر میکنیم اون چیزی که در طبیعت با تمام عظمت و زیبایی و شکوهش وجود داره میراث گذشتگان ماست که به دست ما رسیده و هر کاری میخوایم باش بکنیم، در حالی که غافل از این هستیم طبیعت و تمام زیبایی هاش امانت آیندگان ماست، در دست ما که سالم باید دست اونا برسونیم. و دنبال چی میگردی روز 13 بدر که بری یه سبزه گره بزنی برای گشاده شدن بخت؟ و چی داری گره میزنی؟ دختره میگفت رفیق من پارسال یونجه گره زده بود، یه الاغ گیرش اومده، نمیدونه چیکار بکنه.
آرزو میکنم که خیلی ها صاحب خانه خوب بشن. دوستی میگفت زندگی میکنیم این دیواراش از بس نازکه، همسایه بغلیمون با کنترل کانال عوض میکنه، کانال ما عوض میشه. این بعد خیلی شرایط سختی رو میگذرونن. ان شاءالله همه صاحب خونه مناسب بشن. خب اجازه بدین من یه خواهش ازتون کنم. به افتخار من این دست قشنگ بزنید، من هنرمند هستم.